قاتلان مانع مداوایش شدند. چهارشنبه 30 شهریور، ساعت 5 عصر. یک هفته از اعتراضات سراسری می گذرد و نزدیک به 2000 نفر از جوانان دلیر رضوانشهر در مقابل کلانتری تجمع کردند. ساسان قربانی و برادرش سامان نیز به جوانان شهر پیوستند. کمی بعد از شروع تظاهرات صدای شلیک به گوش می رسد. مزدوران خامنه‌ای از بالای برجک پاسگاه انتظامی جوانان را مستقیم با گلوله جنگی هدف قرار می دهند و عده زیادی زخمی می شوند. جنگ و گریزی بین نیروهای سرکوبگر و جوانان به راه می افتد و مدتی بعد صدای شلیک ها می خوابد. سامان به محلی که تیراندازی شده بود برمی گردد. آنجا برادرش ساسان را می بیند که با گلوله جنگی زخمی شده است. ساسان از ناحیه پای راست و شکم هدف قرار گرفته بود. مزدوران پیکر خونین و زخمی ساسان را کنار در کلانتری می کشانند و وقتی سامان خودش را به برادرش می رساند که او را به بیمارستان منتقل کند، هر دو را به کلانتری می برند. سامان را به شدت کتک زده و در مقابل التماس‌های او برای انتقال ساسان به بیمارستان به او می گویند که اغتشاشگر است و مانع انتقال سریع برادرش به بیمارستان می شوند. در بیمارستان رضوانشهر مانع اعطای خون به ساسان می شوند. در نهایت ساسان به بیمارستان سینای رشت منتقل می شوند. آنجا هم مانع اعطای خون توسط برادرش سامان می شوند و در نهایت مزدوران امنیتی می گویند که ساسان فوت کرده است. اما خانم پرستاری که آنجا حضور داشته با فریاد می گوید که ساسان هنوز علائم حیاتی دارد و زنده است. ولی دشخیمان خامنه ای به تیم پزشکان اجازه نمی دهند که کارشان را انجام بدهند و به این ترتیب آن شب آدم کشان خامنه ای ساسان را می کشند. ساسان قربانی 31 ساله که در کارگاه جوشکاری برادرش کار می کرد، جوانی بسیار شاد، محبوب، زحمتکش، مردم دوست و مهربان بود. بی تردید که او امروز در فریادهای آزادی آزادی جوانان هم نسلش زنده و جاوید است. پازمی چشده یشی قرب خو آب برار و مرمن خبر مرگ می رفه و موه آب برار و مرمن خبر مرگ می رفق به موه آبرار به مرد.